این روزها شاهد اظهارات متناقض سران و باندهای رژیم در مورد سرنوشت برجام و پیامدهای خروج آمریکا از اون هستیم. باند روحانی میگن مجبوریم جام زهر برجام‌های دو و سه را هم سر بکشیم، چون برجام تنها راه برون رفت از سقوط نظامه. خبرگزاری حکومتی ایرنا 16 فروردین 97 فلاحت پیشه عضو مجلس ارتجاع: مثلث رادیکالی شوم سعی بر این دارد که با پاره کردن برجام ایران را وادار کند که یک مسیر انتحاری را در پیش بگیرد. خبرگزاری حکومتی ایرنا 17 فروردین 97 حسن بهشتی پور: باید از برخی از خواسته ها صرف نظر کرد تا توافق به دست آید. خب باند مقابل هم میگن برجام تناب دارمونه. سایت حکومتی فارس نیوز 16 فروردین: محمود معلمی جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه پاسداران: ما معتقدیم که اینها نقشه و کلک است. اگر همینجا مقاومت نکنیم باید تا هفتمین برجام هم عقب برویم. در این میان خامنه ای سکوت پیشه کرده، چون به علت ضعف و ناتوانی بی سابقه ولایت فقیه قادر به تصمیم گیری نیست. این ناتوانی رو در سه زمینه میشه دید: اول، بعد از قیام تابوی حرف زدن علیه ولایت شکسته و در درون و حواشی رژیم زبونها علیهش دراز شده، مخالفت گسترده با ولایت در حوزه های آخوندی، نامه 300 کارگزار و سرکرده نهادهای امنیتی و سرکوب، تهدیدها و هشدارهای رئیس جمهور سابق نظام خطاب به خامنه ای، و بالاخره شاهد تغییر لحن جدی پاسداران و اطلاعاتی های سابق نظام مثل حجاریان و تاجزاده و بقیه هستید. سایت حکومتی کلمه 16 فروردین 97: ابوالفضل قدیانی از مؤسسان گروه دستساز خمینی: آقای خامنه ای اگر صادق است بیاید و خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارد. صد البته که مستبد چنین کاری نخواهد کرد. دیگر زمان آن گذشته که کسی بخواهد با بگیر و ببند و خفقان واقعیت را برای بخشی از مردم وارونه جلوه دهد. دوم، تعریف و تمجیدهای چندشاوری که تو نمایش جمعه ها ازش می کنند. علامت نیاز مبرم خامنه ای به این تعریف ها برای ترمیم شکست های ولایت فقیه. و سوم هم سکوت و فشارپذیری خامنه ای در برابر دلواپسانی که تلاش می کنند مقام ولایت رو تو مسیری که خودشون می خوان هدایت و مدیریت کنند. اینها همه نشانه های شکستن تابوی ولایت که زمان خمینی کسی نزدیکش هم نمی شد. در چنین شرایطی هرچه به پایان ضرب العجل نزدیک میشیم، تصمیم گیری برای خامنه ای که در ضعیفترین موقعیت در عمر ننگین نظامش قرار داره سختتر و سختتر میشه.